سلام، به کانال خودتون یعنی کانال جنایی‌گرام خوش اومدین. امروز هم میخواییم دوتا پرونده جنایی رو بررسی کنیم. پرونده اول در مورد قاتلیه که بالاخره بعد 6 سال با اشتباه خودش گیر افتاد و یعنی هیچ وقت کسی از قتلی که انجام داده بود باخبر نمیشد. با ما همراه باشین تا جزئیات این پرونده رو براتون روایت کنم. اواسط تیر ماه سال 96 یه زن نسبتا جوان به اداره پلیس تهران رفت و خبر گم شدن مرموز خواهرش رو به مأمور پلیس گزارش کرد. این زن میگفت خیلی سال پیش خواهرم با یه مردی که 13 سال خودش کوچیک‌تر بود آشنا شد. با اینکه ما خیلی با ازدواجشون مخالف بودیم ولی بازم این کار رو انجام داد و زنش شد. چند سال بعدش هم خدا بهشون یه دونه دختر داد. از وقتی خواهرم علی‌رغم میل ما با شوهرش ازدواج کرد، یواش یواش رابطه ما کم رنگ شد. تا اینکه بعد فوت پدر مادرمون، این رابطه دیگه کلاً قطع شد. چند سالی از این موضوع گذشت تا اینکه چند روز پیش از یکی از فامیلامو شنیدم شوهر میترا دنبال اینه حقوق بازنشستگی خواهرمو بگیره. میترا 58 سالش بود و شاغل بود. اونجوری هم که من حساب کرده بودم، چند ماهی بیشتر به بازنشستگیش نمونده بود. با شنیدن این خبر حسابی شوکه شدم. واسه همین با اینکه دوست نداشتم زنگ زدم به خواهرم میترا. خطش رو یه نفر دیگه جواب داد و گفت چند سالی است که این خط رو داره. گفتم شاید خطش رو عوض کرده باشه. واسه همین زنگ زدم به شوهرش حمید. حمید گوشیش رو جواب داد. وقتی ازش جریان رو پرسیدم جوابای عجیبی بهم داد و باعث شد بیشتر مشکوک بشم. حمید بهم گفت خواهرت میترا 6 سالی است که ما رو ترک کرده و از ایران رفته. از وقتی هم که رفته من و دخترم با هم تنهایی زندگی میکنیم و هیچ خبری هم دیگه ازش نداریم. خواهر میترا ادامه داد من حرفای حمید رو باور نمیکنم، چون میدونم میترا اصلا دوست نداشت مهاجرت کنه و از این کار کلا میترسید و بعدش میومد. برای همین فکر میکنم حمید داره دروغ میگه و احتمالا یه بلایی سرش آورده و داره رد گم میکنه. بعد صحبت های این زن و شکایتش از حمید به صورت مأمور آگاهی بررسی کردن که شخصی با مشخصات میترا از ایران خارج شده یا نه. بالاخره بعد چند روز جواب استلام به دست مأمور آگاهی رسید و نشون میداد میترا اصلا از کشور خارج نشده. توی قدم بعدی پاسپورت دستور داد حسابهای بانکی مقتول بررسی شه. جواب این استلام هم نشون میداد چند سالیه نه پولی به حسابهای میترا واریز شده نه ازش چیزی برداشت شده. همه این مسائل نشون میداد حمید داره یه چیزی رو مخفی میکنه. برای همین به دستور بازپرس پرونده بازداشت شد و به اداره آگاهی منتقل شد. وقتی حمید پشت میز بازجویی نشست گفت همسرم میترا تقریبا 6 سال من و دخترم رو ترک کرده و رفته. از چند ماه قبل‌تر از اینم که ما رو ترک کنه اخلاقای میترا عوض شده بود و دیگه به زندگی مشترکمون و دخترمون اصلا اهمیت نمیداد. چند باری با هم سر این مسئله دعوامون شد و توی دعوا به هم میگفت بالاخره یه روز ترکتون میکنم و میرم. تا اینکه من و میترا و دخترمون سال 90 رفتیم مسافرت شمال. اون شب دوباره به خاطر رفتارهای سردش با هم دعوامون شد و من رفتم خوابیدم. صبح که بیدار شدم هیچ اثری دیگه از میترا نبود. هرچی هم به گوشیش زنگ زدم خاموش بود و دیگه نتونستم باهاش صحبت کنم. با خودم گفتم چند روزی رفته و دوباره خودش برمیگرده. واسه همین دیگه پیگیرش نشدم. ولی وقتی دیدم یکی دو ماه ازش خبری نشد مطمئن شدم که کلا ما رو ترک کرده. به دخترمونم یه موضوع گفتم که مادرت ما رو ترک کرده. اونم با اینکه براش سخت بود ولی مجبور بود باش کنار بیا. صحبتهای حمید خیلی زد و نقیز بود. برای همین بازپرس دستور داد تحقیقات و بازجویی از حمید ادامه داشته باشه. بازجویی از حمید حدود 7 ماه ادامه داشت تا اینکه بالاخره اواسط بهمن سال 96 حمید شروع به اعتراف کرد و راز ناپدید شدن میترا رو فاش کرد. حمید میگفت اون شبی که رفتیم مسافرت شمال همونجا میترا رو خفه کردم و جسدش رو نزدیک ویلا آتیش زدم و خاک کردم. حمید ادامه داد مواد کل زندگیمو نابود کرده بود و همه اختلافم با میترا سر همین مواد بود. میترا همش منو تهدید میکرد که بالاخره یه روز دخترمونو ور میداره و منو ترک میکنه. ماجرای اعتیاد من برمیگرده به حدود 8 سال پیش. یه شب وقتی رفته بودم خونه دوستم دیدم همه جمعن و دور هم دارن مواد مصرف میکنن. منم اون شب وسوسه شدم و یه مقدار مصرف کردم. ولی مزهش رفت زیر دندونم و خوشم اومد. از بعد اون شروع کردم تفریح کشیدن و بالاخره گرفتارش شدم.
میترا وقتی متوجه این موضوع شد خیلی سعی کرد منو ترک بده، ولی وقتی دید بیفایده است همش تهدیدم میکرد که یه روز با دخترمون پیشم میره. من واقعا تنها شدم میترسیدم، ولی دیگه دست خودم نبود و توی منجلاب اعتیاد فرو رفته بودم. من واقعا زندگیمو دوست داشتم و عاشق زن و بچه‌م بودم. برای همین بعد یه دعوای خیلی وحشتناک با میترا تصمیم گرفتم از دلش در بیارم و ببرمش مسافرت. موضوع مسافرت رو به میترا گفتم و بالاخره بعد چند روز راهی شمال شدیم. رسیدیم شهر چالوس و یه ویلا اجاره کردیم. چند ساعتی میشد که رسیده بودیم و همه چی خیلی خوب بود. تا اینکه میترا گفت من میرم یه دوش بگیرم. منم سریع شروع کردم به مصرف مواد. توی عالم خودم بودم که یهو دیدم میترا بالای سرمه. دوباره شروع کرد بهم دریوری گفتن و تهدید کردن. من دیگه داشتم کنترلمو از دست میدادم که خودش بیخیال شد و رفت دخترمونو بخوابونه. بعد این کارم خودش رفت تو اون یکی اتاق و خوابید. وقتی مطمئن شدم دخترمون خوابه رفتم بالای سر میترا. دو دستی گلوشو گرفتم و همونجا خفش کردم. بعد قد جسد میترا رو کشون بردم بیرون ویلا و آتیشش زدم. وقتی برگشتم ویلا دیدم یه دونه بیل تو حیاطه. بیلو برداشتم و دوباره رفتم بیرون یه گودال کندم و جسد میترا رو اونجا خاک کردم. بعدش هم دوباره برگشتم ویلا و رفتم تو اتاق. تا صبح بیدار بودم و داشتم دیوونه میشدم. دخترمو بالاخره از خواب بیدار شد و سراغ مادرشو میگرفت. بهش گفتم مادرت ما رو ترک کرده و رفته. یه چند ساعتی دخترمو بردم بیرون و الکی دنبال مادرش گشتیم. بعدمون برگشتیم تهران. کار دخترم شده بود گریه. یه روز بیرون اومدم و بهش گفتم مادرت مهاجرت کرده و از ایران رفته. اون هم مجبوری باور کرد، ولی واقعا حس میکردم داره اذیت میشه. بعد قتل میترا با خودم میگفتم محاله که گیر بیفتم، چون پدر مادر همسرم فوت کرده بودن و فقط یه خواهر داشت که با اونم ارتباط خاصی نداشتیم. ولی این اواخر وقتی رفتم دنبال حقوق بازنشستگی میترا، خواهرش متوجه شد و ازم شکایت کرد. همین موضوع هم بالاخره باعث شد لو برم و توسط پلیس دستگیر شم. تو این چند سال واقعا یه شب آروم نداشتم. همش کابوس میدیدم و عذاب وجدان داشتم. از طرف دیگه دخترمونم مدام میگفت دوست دارم مادرمو ببینم و بفهمم که چجوری دلش اومد این همه سال منو تنها بذاره و دیگه هیچ خبری ازش نباشه. این حرفای دخترمو که میشنیدم عذاب وجدانم دو برابر میشد. بعد ثبت اعترافای همه جلوی دوربین اتاق بازجویی خیلی زود به چالوس برده شد تا علاوه بر پیدا کردن محل دفن جسد صحنه قتلم بازسازی کنه. با اینکه حدود 6 سال دفن جسد گذشته بود، بازم بقای جسد میترا و لباساش از زیر خاک بیرون کشیده شد. بعد این کار پرونده کامل شد و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دختر حمید و میترا وقتی متوجه این اتفاق شد چند بار میخواست خودکشی کنه، اما هر بار خواهر میترا زود متوجه این ماجرا میشد و نجاتش میداد. بالاخره روز محاکمه حمید رسید. توی دادگاه خواهر میترا درخواست قصاص متهم کرد. قضات دادگاه هم بعد شنیدن دفاعیات حمید اونو به قصاص محکوم کردن. این حکم چند وقت بعد از طرف دیوان عالی کشورم تایید شد و به اجرای احکام فرستاده شد. اما موضوعی که وجود داشت این بود که خواهر میترا باید مابا تفاوت پول دیه خواهرش و حمیدو پرداخت میکرد تا حکم اجرا شه. ولی میترا چون این پولو نداشت نتونست این حکم اجرا کنه. از طرف دیگه هم خانواده حمید با تلاشایی که انجام دادن بالاخره تونستن خواهر میترا رضایت بگیرن و بهش پول دیه میترا رو پرداخت کنه. برای همین با رضایت اولیای دم حمید دوباره پیش روی قاضی قرار گرفت و علاوه جمع عمومی جرم به 6 سال حبس محکوم شد. در حال حاضرم حدود 7 ماه دوران حبس حمید باقی مونده و قرار بهمن امسال از زندان آزاد شه. پرونده دوم امروز در مورد اعتماد بیجاییه که بعضی وقتا به اطرافیانمون میکنیم. همین اعتماد بیجا هم توی این پرونده منجر به یه جنایت وحشتناک شد. با ما تا آخر این پرونده هم همراه باشین تا این پرونده رو براتون روایت کنم. روز اول مهر سال 98 به مامورای پلیس شهر قرچک ورامین خبر رسید که دوتا مرد میانسال به شدت با هم درگیر شدن و یکیشون با چاقو زخمی شده. با علامه این موضوع مامورای پلیس به صحنه درگیری اعزام شدن، ولی وقتی پلیس به محل حادثه رسید هیچ خبری از درگیری نبود.
اونجوری که شاهدای این ماجرا میگفتن چند دقیقه پیش اونجا یه درگیری اتفاق افتاده بود. توی این درگیری یکی از طرفین دعوا به شدت با چاقو زخمی شده بود که بعد فرار ضارب توسط یه مرد خیر به بیمارستان رسونده شد. و به دست اومدن این اطلاعات، مامورای پلیس گزارش اولیه این درگیری رو تهیه کردن و به کلانتری برگشتن. اما درست چند ساعت بعد، کارمندای بیمارستان و پلیس تماس گرفتن و خبر فوت مجید تنها مصدوم این حادثه رو بهشون دادن. با اعلام این خبر، موضوع که حالا رنگ و بوی جنایت هم گرفته بود، به بازپرس جنایی تهران اعلام شد و خودش رو به بیمارستان رسوند. با حضور بازپرس توی بیمارستان، تحقیقات اولیه شروع شد. اونجوری که مجید قبل مرگش به خانوادش گفته بود، پیمان دوست قدیمیشون رو با چاقو زده بود و فرار کرده بود. خانواده مجید میگفتن پیمان و مجید چند وقتی بود که با هم به مشکل مالی خورده بودن و آخر این مشکل هم به قتل مجید ختم شده. خیلی زود بازپرس پرونده با شنیدن حرفای خانواده مجید دستور بازداشت پیمان رو صادر کرد. ولی پیمان درست در لحظه‌ای که مجید رو با چاقو زده بود، فراری شده بود و هیچ اثری ازش نبود. برای همین تحقیقات فنی برای پیدا کردن پیمان شروع شد. چند روز این تحقیقات طول کشید و بالاخره مامورای آگاهی موفق شدن مخفیگاه پیمان رو تو اسلامشا پیدا کنن و دستگیرش کنن. تنها متهم این پرونده بازداشت شد و به اداره آگاهی منتقل شد. پیمان وقتی پشت میز بازجویی نشست گفت من و مجید خیلی سال بود که با هم دوست بودیم. چند وقت پیش من یه موتور بهش فروختم و رو حساب اعتمادی که بهش داشتم نه ازش چک گرفتم نه قولنامه‌ای نوشتیم. به جای 2 هفته 4 هفته گذشت و من تازه سراغ پولم رو ازش گرفتم. مجید بهم گفت چند روز دیگه بهم وقت بده حتما پولتو جور میکنم. دوباره چند روزی گذشت. از یکی از دوستام شنیدم مجید با موتوری که بهش فروخته بودم تصادف کرد و کلی خرج موتوره. دوباره بهش زنگ زدم و گفتم پول موتور رو بهم بده. ولی بازم هیچ فایده ای نداشت و میگفت هر چی داشتم خرج موتور کردم بعد تصادف. یه ماهی از این ماجرا گذشت. تا اینکه روز حادثه مجید و اتفاقی توی یکی از میدونهای قرچک دیدم. چند دقیقه شروع کردیم احوال پرسی. همه چی اوکی بود ولی تا بحث پولو پیش کشیدم مجید شروع به داد بیداد کرد که تو پدر منو درآوردی. من مونده بودم توی رفتارش. هم موتورمو بهش داده بودم هم حالا که میخواستم پولمو بگیرم ازش طلبکارم بود. بالاخره اون روز مجید انقدر پروبازی درآورد که با هم درگیر شدیم. چند تا ضربه اون به من زد، چند تا ضربه من بهش زدم. از توی جیبم چاقویی که همراهم بود و درآوردم که بترسونمش. ولی انقدر عصبی بودم و جنون بهم دست داده بود که اصلا نفهمیدم چند تا ضربه بهش زدم. وقتی پیمان افتاد زمین تازه فهمیدم چیکار کردم و مجبور شدم سریع از اونجا فرار کنم. یه ماشین دربست گرفتم و رفتم سمت اسلامشهر خونه یکی از دوستام. تازه رسیده بودم اسلامشهر که یکی از دوستای مشترکمون بهم زنگ زد و گفت مجید توی بیمارستان جونش از دست داده. داشتم دیوونه می شدم. نه به پولم رسیدم نه هیچی. تازه تبدیل به قاتلم شده بودم. باورم نمی شد این اتفاق واسه من پیش اومده باشه. چند روز خونه دوستم محمد موندم. ولی بالاخره پلیس مخفیگاهمو پیدا کرد و دستگیر شدم. بعد تموم شدن اعترافای پیمان به صحنه جرم برده شد و قتل مجید رو بازسازی کرد و بعد اون تا روز دادگاه راهی زندان شد. بعد چند وقت بالاخره روز محاکمه پیمان رسید. توی دادگاه تنها ولی دم پرونده یعنی مادر مقتول از قاضی درخواست قصاص متهم کرد. بعد مادر مقتول نوبت پیمان شد تا توی جایگاه قرار بگیره. پیمان میگفت من تنها چیزی که از مادر مجید میخوام اینه که به جوونیم رحم کنه و منو ببخشه. شاید اصلا اگه اون روز چاقو توی جیبم نبود نهایتا دعوامون با 4 تا مشتلقیت تموم میشد. ولی از زمانی که چاقو رو درآوردم همه چی تغییر کرد و هم مجید کشته شد هم من تبدیل به قاتل شدم. بعد تمام شدن دفاعیات متهم، قضات دادگاه وارد شور شدن و در نهایت پیمان رو به قصاص محکوم کردن. این حکم توی دیوان عالی کشورم مهر تایید خورد و آماده اجرا شد. با قطعی شدن حکم، فقط رضایت مادر مقتول بود که میتونست پیمان رو قصاص نجات بده. برای همین تلاشه تیم صلح‌سازه شروع شد تا بتونن دل مادر مجید رو نرم کنن. مادر مجید به هیچ عنوان راضی به بخشش نمیشد. تا که وقتی خانواده پیمان روز عید قدیر رفتن پیشش بالاخره دلش نرم شد و حاضر شد به احترام عید قدیر از قصاص قاتل پسرش بگذره. با تلاش خیری مبلغ دیه فراهم شد و به مادر مقتول پرداخت شد. به این ترتیب قراره به زودی پیمان دوباره پیش روی قاضی قرار بگیره تا لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات شه. پیمان در حال حاضرم توی زندان و منتظر روز دادگاهشه.
با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جدید برمیگردیم. یادتونم نره اگه به این سبک ویدیو علاقه دارین حتما ویدیوی ما رو لایک کنین. پس تا فردا بررسی یه پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشین. این ماجرای وحشتناک 26 اسفند سال 99 یعنی درست روز چهارشنبه سوریه اون سال اتفاق افتاد. اون شب گزارش یه درگیری خونبار بین چند تا جوان توی یکی از محله‌های جنوبی تهران به پلیس اعلام شد. بابک و دوستاشون شب با چند نفر دیگه که اونام دوستاشون بودن درگیر شده بودن و تو این درگیری بابک با چند تا ضربه چاقو و غم زخمی شده بود. پلیس وقتی به صحنه درگیری رسید که دیگه دعوا تموم شده بود. دوستای بابک به خاطر اینکه خونریزی زیاد بود منتظر اورژانس نشده بودن و خودشون بابک رو سوار ماشین کرده بودن و برده بودن بیمارستان. بابک اون شب توی بیمارستان شب سختی گذروند و پزشکا تمام تلاششون رو برای بابک کردن، اما به خاطر شدت و عمق جراحاتش بابک همون شب تو بیمارستان جونش رو از دست داد و به کام مرگ فرو رفت. با فوت بابک موضوع از دست مامورای کلانتری خارج شد و در اختیار بازپرس جنایی تهران قرار گرفت. بعد حدود نیم ساعت بازپرس خودش رو به بیمارستانی که بابک توش جونش از دست داده بود رسوند و شروع به سوال جواب از خانواده بابک کرد. خانواده بابک اما اطلاعات چندانی از جزئیات درگیری نداشتن و بعد رسوندن بابک به بیمارستان متوجه موضوع شده بودن. بازپرس پرونده برای تحقیقات بیشتر رأی محل درگیری شب گذشته شد. به صورت با حضور بازپرس توی محل درگیری دوستای بابک هم به اونجا آورده شدن تا علاوه بر تحقیقات محلی بازپرس از زبون اونام دلیل این اتفاق رو بشنوه. توی همین تحقیق و بررسی ها اطلاعات اولیه به دست اومد و مشخص شد آریان و آرمان که با هم برادرم بودن پشت این درگیری مرگبارن. با به دست اومدن این سرنخ به صورت بازپرس دستور بازداشت هر دوشون رو صادر کرد. اما وقتی مامورای آگاهی جلوی خونه این دو برادر رسید مشخص شد این دو نفر از خونه فرار کردن. حتی خانواده‌شون هم از ماجرای فرارشون اطلاعی نداشتن. فقط به مادرشون گفته بودن می‌خوایم لباس جمع کنیم که بریم مسافرت. دوستای بابک میگفتن علت درگیری خیلی مسخره و پیش پا افتاده بود. اونطور که اونا میگفتن این دعوا به خاطر این بوده که چند بار آریان به بابک برای رفتارش تذکر داده بوده. همین موضوع هم باز شده بابک از آریان کینه کنه و این کینه روز چهارشنبه سوری منجر به اتفاق وحشتناکی میشه. با اینکه آریان و آرمان میخواستن از خودشون هیچ ردی باقی نذارن، اما پلیس با تحت فشار گذاشتن دوستای این دو برادر به سر نخ مهمی رسید. آریان و آرمان به همراه دوستشون امیرحسین که اونم اون شب توی درگیری بود به صورت قاچاقی به ترکیه فرار کرده بودن. با به دست اومدن این اطلاعات اسامی این سه نفر در اختیار پلیس اینترپول قرار گرفت. اما قبل اینکه پلیس اینترپول بتونه ردی ازشون پیدا کنه این سه نفر بعد 10 روز به خاطر عذاب وجدان شدیدی که داشتن خودشون رو تسلیم پلیس ترکیه کردن. پلیس ترکیه هم وقتی متوجه جنایتی که این سه نفر انجام دادن شد اونا را دستگیر کرد و به کنسولگری ایران تحویل داد. کنسولگری ایران هم توی ترکیه این موضوع به پلیس ایران اطلاع داد و متهم‌ها رو با اولین پرواز به ایران برگردوند و تحویل پلیس آگاهی داد. این سه نفر همون روز به اداره آگاهی منتقل شدن و پشت میز بازجویی نشستن. آریان و آرمان و امیرحسین بدون هیچ فشاری به درگیری مرگبارشون با بابک اعتراف کردند. آرمان قتل بابک رو گردن گرفت و گفت با اینکه بعد این اتفاق به هر زحمتی که بود خودمون رو به ترکیه رسوندیم که دستگیر نشیم، ولی از همون روز اول داشتیم از عذاب وجدان دیوونه می‌شدیم و کابوسای وحشتناکی که می‌دیدیم ولمون نمی‌کرد. چند روز که گذشت هر ستامون دیدیم نمیتونیم با این عذاب وجدان زندگی کنیم. برای همین تصمیم گرفتیم هر طور که شده برگردیم ایران و خودمون رو تحویل بدیم تا یه ذره از عذاب وجدانمون کم شه. آرمان میگفت ما اصلا با بابک اختلافی نداشتیم. اصلا خود ما اهل دعوا نیستیم. اینو میتونید از همه دوستامون و بچه محلمون بپرسید. اما بابک از ما کینه داشت. بابک آدم عصبی بود و زود عصبانی میشد و دریوری میگفت. آریان فقط یه بار چند وقت پیش بهش تذکر داد که مؤدب باشه و اینجوری زود عصبی نشه. همین حرف آریان هم باعث شد بابک ازش کینه به دل بگیره. این جریان گذشت و شد نزدیکای عید. شب چهارشنبه سوری من و آریان و دوستمون امیرحسین با هم قرار گذاشتیم که بیایم بیرون و یه دوری تو خیابون بزنیم. اومدیم بیرون و همینجوری تو خیابون میچرخیدیم و سیگار میکشیدیم. دروغ چرا، دنبال این بودیم که اگه یه دختری خوشمون اومد به شماره بدیم.
بابک و دوستاش همون شب تو محل بودن. تا اونا رو دیدیم اومدیم ماشین رو پارک کنیم و یه چند دقیقه پیششون وایسیم. تا از ماشین پیاده شدیم دیدیم طبق معمول بابک از یه چیزی ناراحت شده و داره سر دوستش داد بیداد میکنه. بابک اصلا حواسش به ما نبود. تا ما رو دید انگار کینه‌ای تو دلش زنده شد. از توی کولش یه نارنجک در آورد و کوبید تو شیشه ماشین. ما اصلا شوک شدیم. بعدش هم رفت سمت کاپوت ماشین و با مشت لگد میکوبید روش. ما اصلا هاج و واج داشتیم بابک رو نگاه میکردیم و اصلا قصد درگیری و دعوا نداشتیم. راستیتش اصلا از این کاره بابک جا خورده بودیم. بابک بعد این کارو نشست ترک موتور دوستش، اما هنوز چند متری از ما دور نشده بودن که تعادلشون به هم ریخت و خوردن زمین. همینم باعث شد بابک بیشتر عصبی شو با دوستش به قصد درگیری حمله کردن سمت ما. هیچ کدومشون حالت عادی نداشتن و حسابی مست بودن. آریان تا این صحنه رو دید چوبی که پشت ماشین امیرحسین بود و برداشت. بابک و دوستاش با چاقو و قمه به سمت ما حمله کردن و ما فقط یه دونه چوب داشتیم. دعوا شروع شد و ما هممون درگیر بودیم. نمیدونم چاقوی کی بود که افتاده بود رو زمین. آریان تا چاقو رو دید از رو زمین ورش داشت و به دست بابک که با من درگیر بود چه تا ضربه زد. دوست بابک تا این صحنه رو دید با چاقویی که داشت یه ضربه به شقیقه آریان زد و آریان افتاد رو زمین. من این صحنه رو که دیدم انگار دچار جنون شدم. من هنوز با بابک درگیر زد و خورد بودم که یهو چاقوی بابک افتاد روی زمین. تا دیدم چاقوش افتاده رو زمین چاقو رو برداشتم و از رو حرص یه ضربه به رونه بابک زدم. با این ضربه من بابک ازم جدا شد و افتاد روی زمین. رفتم سمت آریان رو بلندش کردم و بردم سمت ماشین. با امیرحسین آریان رو به زور سوار ماشین کردیم. رفتیم سمت یه بیمارستان تا شقیقه آریان رو که حسابی هم داشت ازش خون میرفت و بخیه کنیم. وقتی رسیدیم بیمارستان و علتش رو ازمون پرسیدن گفتیم خورده زمین، اما مشخص بود که باور نکردن. سری سر آریان رو بخیه کردیم و از بیمارستان اومدیم بیرون. ساعت تقریبا طرف های 2:30 شب بود که یکی از بچه معلمو زنگ زد و گفت بابک توی بیمارستان تموم کرده. اولش باور نکردیم. آخه ضربه های ما اصلا به جای حساسی نخورده بود. زنگ زدیم به یکی از دوستای مشترک من و بابک و ازش خواستیم بره بیمارستان. بعد یه ساعت اونم زنگ زد و گفت متاسفانه بابک دوام نیاورده و به خاطر خونریزی فوت شده. انگار دنیا رو سرمون خراب شد. مونده بودیم چیکار کنیم. اصلا گیج بودیم. آری هم ماشینش رو تازه فروخته بود و پول تو حسابش داشت. همون شبونه تصمیم گرفتیم فرار کنیم بریم ترکیه. امیرحسین رفت سمت خونه شون و شروع کرد وسایلش رو جمع کردن. من و آریان هم رفتیم سمت خونه، ولی چون سر آریان بانداش شده بود گفتیم اگه مادرمو ببینه میفهمه که یه اتفاقی افتاده. من سری رفتم بالا و وسایل هر دومون رو با مدارک شناساییمون برداشتم. اومدم پایین و رفتیم پیش امیرحسین. از اونجا اسنپ گرفتیم و رفتیم سمت ترمینال قبل. سوار ماشین شدیم و شبونه رفتیم سمت مرز ترکیه. فردای اون روز قاچاقبر پیدا کردیم. قاچاقبر از مرز ردمون کرد و به هزار زور و زحمت رسوندمون ازمیر. نزدیک 10 روز توی ازمیر یه خونه اجاره کردیم و توش موندیم. اما اصلا از آن وجدان ولمون نمیکرد. همش صحنه اون دعوای لعنتی جلوی چشمون بود. هر ستامون همش کابوس میدیدیم و تو خودمون بودیم. حتی از استرس و دلهوره اصلا غذام نمیتونستیم بخوریم. بالاخره نشستیم با هم صحبت کردیم. دیدیم نمیشه تا آخر اون باید از آن وجدان زندگی کنیم. برای همین تصمیم گرفتیم هر جوری شده دوباره برگردیم ایران و ثابت کنیم مقصر شروع این دعوا ما نبودیم تا شاید اینجوری از عذاب وجدانمون کم شه. اونجا با یه پسر ایرانی آشنا شدیم و بهش گفتیم می‌خوایم برگردیم ایران، ولی چون قاچاق اومدیم نمیدونیم چه جوری باید این کارو بکنیم. اون هم گفت نفری 50 میلیون میگیره و دیپورتمون میکنه ایران. با این حرفش بهش شک کردیم. گفتیم بذار از یکی دیگه هم بپرسیم و باهاش مشورت کنیم. دومی نفر میگفت اصلا نیازی به پرداخت پول نیست. کافیه برین اداره پلیس و بگین که قاچاقی وارد شدی. اون هم خودشون برتون میگردونن ایران. ما هم همین کاری کردیم. رفتیم اداره پلیس و ازشون مترجم خواستیم. جریان رو به مامورای اونجا گفتیم و اونها ما رو تحویل کنسولگری ایران دادن. کنسولگری هم ما رو با اولین پرواز برگردون ایران و تحویل پلیس آگاهی داد. الان هم هر ستامون از کاری که کردیم به شدت پشیمونیم. اما واقعا ما اصلا نمیخواستیم این اتفاق بیفته. اصلا قصد درگیری نداشتیم. آریان و امیرحسین هم حرفای آرمان رو تایید کردن و برای کامل شدن پرونده به صحنه درگیری برده شدن تا جنایت اون شبشون رو بازسازی کنن. بعد این کار هر سه نفرشون راهی زندان شدن تا دادگاه تکلیف پرونده این دعوای مرگبار رو مشخص کنه. بالاخره روز دادگاه رسید و پدر مادر بابک فقط قصاص قاتل و عاملای درگیری رو از قاضی خواستن.
آریان و آرمان امیرحسین به نوبت توی جایگاه قرار گرفتن از خودشون دفاع کردن، اما دفاعیاتشون اصلا کافی نبود و در نهایت آرمان به خاطر قتل بابک به قصاص، آریان و امیرحسین هم هر کدوم به 4 سال حبس محکوم شدن. این حکم هنوز توی دیوان عالی کشور تایید نشد و این پرونده هنوز توی کش و قوس قضاییه. به این ترتیب هنوز حکم قطعی برای این پرونده صادر نشد و این 3 نفر هنوز توی زندانن.